هر خط مهمترین های امروز. تیرباران شدن نزدیک به 40 غیر نظامی از سوی طالبان. والی سرپل از مرکز کمک می خواهد. توان مقابله و بازپسگیری مرزا ولنگ و کوهستانات و سوزمقله قسمت کتقله و سایر جاها در توان حکومت محلی سرپل نیست. رسم همدلی با نماز گزاردن شانه به شانه یک دیگر. پیروان مذهب‌های شیعه و سنی در کنار خرابه‌های مسجد جوادیه نماز ادا کردند. چی داعش بخواه چی نخواهد، چی داعش دوست داشته باشه چی نداشته باشه، ما یک خدای داریم، یک پیامبر. بنام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در عصر یک شنبه با من رو فجمن خوش آمدید. طالبان نزدیک به 40 غیر نظامی را در منطقه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل تیرباران کردند. والی سرپل میگوید در میان کسانی که از سوی این گروه تیرباران شدند، زنان و کودکان نیز شاملند. همزمان والی سرپل پسگیری این منطقه را بالاتر از توان حکومت محلی این ولایت میداند و به حکومت مرکزی هشدار میدهد اگر این منطقه از دست طالبان پس گرفته نشود، تمام ولایت‌های شمالی ناامن خواهد شد. تیرباران ده ها غیر نظامی از سوی گروه طالبان. مقام های محلی در ولایت سرپل می گویند پس از سقوط منطقه میرزا ولنگ ولسوالی صیاد این ولایت به دست طالبان، این گروه ده ها غیر نظامی را به گلوله بستند. غیر شهدای نظامی ما بین 30 تا 40 نفر دیگر حدس می زنیم که آمار دقیق به دست ما نرسیده. در بین شهدا اجساد کهنسالان دیده میشه، اجساد مازن سویدان است، اجساد زنها دیده میشه، حتی گفته میشه که اجساد اطفال هم هست. این مقام محلی همچنان تاکید میکند که حکومت مرکزی باید برای پسگیری این منطقه دست به کار شود، زیرا این کار از توان حکومت محلی بیرون است. میرزا ولنگ دروازه امنیتی صیاد بود. صیاد دروازه امنیتی سرپل است. سرپل دروازه امنیتی شمال هست. این تعبیر کرده و از طریق میدیای شما می تعبیر میکنه و تقاضای خود را از حکومت مرکزی کرده و باز میگم که توان مقابله و بازپسگیری مرزا ولنگ و کوهستانات و سوزمقله قسمت کتقله و سایر جاها در توان حکومت محلی سرپل نیست. گروه طالبان دو شب پیش از سه سمت بر منطقه میرزا ولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله کردند که سرانجام صبح زود روز گذشته اختیار این منطقه را به دست گرفتند. بر بنیاد گزارش ها پس از ورود طالبان به این منطقه ده ها خانواده نیز به جا شدند. همچنان در یک اقدام کم پیشینه است، حتی تن از پیروان مذهب‌های شیعه و سنی نماز شام را به گونه مشترک در کنار خرابه‌های مسجد جوادیه در هرات ادا کردند. این نمازگزاران این اقدام را به هدف ترویج همدلی و برادری میان مسلمانان کشور و نیز برای نکوهش حمله بر نمازگزاران انجام دادند. آنان تاکید می‌کنند که این کارشان پیام محکمی است به آنانی که در پی ایجاد دودستگی و دشمنی میان مسلمانان شیعه و سنی کشورند. صف واحده که شاید پیام قوی به طراحان حمله پسین بر مسجد بکرآباد هرات داشته باشد. نمازگزاران شیعه و سنی در یک اقدام کمپیشینه این گونه در کنار خرابه های بجا مانده مسجد بکرآباد صف نماز برپا کرده و رشته برادریشان را محکم تر کردند. پیام جدی برای گروه داعش که با حمله بر مسجد بکرآباد در پی ایجاد دودستگی در میان شهروندان سنی و شیعه هرات بود. نقشه که ظاهرا نقشه بر آب شد. پیام به اونا اینه که شما نه تنها که کار شایست انجام نمیدیم، بلکه نشان میدیم که از دایره انسانیت، از دایره دیانت بیرونیم. هیچ تفاوت بین شیعه و سنی وجود نداره و همه در یک صف واحد به طور وحدت استاد شدن و نماز را به سوی یگانه متعال ادا کردند. باشندگان هرات میگویند حمله های پیهم بر مکان های مقدس در هرات نه تنها فاصله را در میان مسلمانان این شهر بیشتر نکرده، بل آنان را با یکدیگر نزدیکتر نیز ساخته است.
جمع شدیم و کنار برادرای خود در یک صف ما نماز میخونیم، ما خدای خود عبادت میکنیم. چی داعش بخواه چی نخواهد، چی داعش دوست داشته باشه چی نداشته باشه، ما یک خدای داریم، یک پیامبر داریم. شام روز سه‌شنبه هفته پسین دو مهاجم انتحاری مسلح بر مسجد جوادیه بکرآباد در هرات حمله کردند که در پایان بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر زخم برداشتند. حمله‌ای که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. بیشتر از آن نیز در انفجاری که در برابر درب ورودی مسجد جامع هرات صورت گرفت نزدیک به 20 تن کشته و شمار زخمی شدند. اما دامنه هدف قرار دادن مسلمانان به اینجا پایان نمی‌یابد. یکی از خونین ترین حمله های گروه داعش بر شیعیان در شب عاشورا در کارته سخی کابل را اندازی شد. حمله‌ای که در پایان 16 تن کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. فردای آن شب حمله دیگر کاروان هزاداران حسینی را در شهر مزار شریف هدف قرار داد. در این حمله نیز 6 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. در حمله دیگر بر یک مسجد در غرب کابل درست هنگامی که شماری از مسلمانان شیعه در حال ادای مراسم مذهبی بودند 27 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخمی شدند. چیز پیشتر از یک ماه پیش نیز حمله دیگر بر مسجد در غرب کابل جان 4 تن را گرفت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. دانش آموزانی که در کنکور امسال نمره های عالی به دست آوردند از سوی برخی نهادها و شرکت های خصوصی کمک های مالی و معنوی شدند. بیمه صحی، فراهم شدن زمینه کار و فراهم کردن خوابگاه رایگان از مهمترین تعهدهای برخی شرکت های خصوصی به این دانش آموزان است. همزمان سرپرست وزیر تحصیلات عالی میگوید که به زودی به هدف شناسایی جوانان نخبه در 4 دانشگاه کشور مرکزهای نوآوری ایجاد می کند. تمیم شهیر. شمار گرد آمدند تا از اول تا دهم نمره کنکور سال روان را تقدیر و تشویق کنند که انگیزه کوشش و تلاش در وجود ما زنده می سازد. همزمان نهاد روند عدالت برای همه نیز حضور دارد تا از روند شفاف کنکور برای تمام شهروندان واجد شرایط حمایت کنند. بهشته، پلاتین، گلسیما، سونیا و مرسل از میان دختران بیشترین نمره را در کنکور امسال گرفتند و در میان پسران رضا، اختر محمد، ذبیح الله، احمد رامین و حامد محمدی در صدر فهرست کامیاب شدگان کنکور قرار دارند. حالا اینجا همه اینان از سوی 4 شرکت خصوصی کمک مالی و معنوی می شوند. سرپرست وزیر تحصیلات عالی که در اینجا به تشویق این دانش آموزان آمده است می گوید از این پس تلاش می شود محصلان مطابق بازار و کار از دانشکده ها فارغ شوند و به همین هدف در نظر است نصاب تحصیلی دانشگاه های کشور معیاری شود. مراکز خلاقیت تناوری طرح ریزی کردیم که همین طور که شما می بینین نن زوانان دی کنکور پروسی نتاس و تقدیریگی دغست استعدادون دی چه پا پانتونونو که هم موجود دی حقا پت استعدادون دی چه دغا مراکز خلاقیت تناوری یا دی نوخت خلاقه مراکز په څلور پانتونونو کې موږ تر هریزی کړی چې په ان شاء الله آینده هفته کې به دا رسما افتتاح شي او دغه استعدادونه وکولی شو چې په دوامدار شکل سره تقدیر شي تو څو وکولی شي چې د نورو لپاره یو ښه الګو وسیږي. سالهای قبل یا ای سالی که گذشت کانکور که امتحاناتش گرفته شد شاید که یک تعداد نماینده مردم در این موضوع دخالت میکرد، یک تعداد چهرهای سیاسی، یک تعداد شخصیت ها، یک کسایی بودن که شاید در پروسه کانکور دخالت میکردن. با جدیت وزارت تحصیلات عالی یا کمیته کنکور بسیار یک نتیجه مثمری را ما گرفتیم. برخی دانش آموزان که بیشترین نمره را در کنکور امسال گرفتند از حکومت وحدت ملی میخواهند که در شفافیت کنکور کار بیشتر صورت گیرد و بورسیه های تحصیلی به مستحقان آن توزیع شود. در راستای شفافیت پروسه کنکور هرچی بیشتر و بلند بردن ظرفیت نهادهای تعلیمی و تحصیلی بازم تلاش کنند تا بتوانند جوانا ظرفیت تحصیلشان بالا بره و بتوانند در افغانستان در آینده خدمت کنند. باز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان ازی هستیم که بورسیه های تحصیلی که ضرورت بسیار زیاد احساس میشه به افرادی که شایسته و مستحق هستند اعطا شوند، نه برای کسایی که حتی بوی از الفبای دانش هم نمیدانند که میتونه در آینده افغانستان سهم بسیار زیاد را داشته باشه.
در کانکور امسال از میان بیش از 169 هزار نفر نزدیک به 93 هزار دانش آموز به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و نیمه عالی دولتی را یافتند. بر بنیاد بررسی تازه بنیاد آسیایی 70% باشندگان کشور با مساعدت‌های حقوقی آشنایند و از دسترسی به وکیل مدافع رضایت دارند. این بررسی در 8 ولایت کشور انجام شده و هدف آن تشخیص چالش‌ها و یافتن راه برای ایجاد یک سیستم معیاری در زمینه ارائه خدمات حقوقی برای متهمان بی‌بضاعت در پرونده‌های جزایی می‌باشد. همزمان محمد قاسم حلیمی به عنوان معین مسلکی وزارت عدلیه معرفی شد. آقای حلیمی تعهد می‌کند که در این اداره با فساد مبارزه جدی خواهد کرد. نرگس هورش گزارش می‌دهد. اینجا اینان گرد آمدند تا یافته‌هایشان را با مردم شریک سازند. این نشست زیر نام بررسی مساعدت‌های حقوقی و نقشه راه برگزار شده است. بنیاد آسیایی به همکاری وزارت عدلیه این بررسی را انجام داده. این بررسی در راستای تطبیق این ماده قانون اساسی در مورد حقوق متهمان بی‌بضاعت انجام شده است. بر بنیاد ماده 31 قانون اساسی، حکومت افغانستان مکلف است تا برای متهمین بی‌بضاعت در قضایای جزایی وکیل مدافع تعیین نماید. این ماده قانون اساسی تاکید بر آن دارد که تمامی افراد بی‌بضاعت که خود نمی‌توانند وکیل مدافع برای پیشبرد پرونده جزاییشان داشته باشند، حکومت مکلف به ارائه مساعدت‌های حقوقی به آنان خواهد بود. از همین رو اینجا بنیاد آسیایی این بررسی را از چگونگی ارائه مساعدت‌های حقوقی انجام داده. این بررسی در ولایت‌های بدخشان، ننگرهار، کندوز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات و قندهار انجام شده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که 70% باشندگان کشور به مساعدت‌های حقوقی آشنایی دارند و از دسترسی به این خدمات راضی به نظر می‌رسند. 70% یا بیشتر از 70% تانستن که تفکیک بکنن بین وکیل مدافع، وکیل پارلمان و وکیل گذر. یعنی اینمی خودش نشان میده که 70% مردم میفهمن که داشتن یک وکیل مدافع در قضایا به نفعشان است. در کنار این اما این بررسی مشکلات این بخش را نیز نشانه گرفته است. کمبود نیروی انسانی برای ارائه مساعدت‌های حقوقی و نبود هماهنگی درست میان نهادهای حقوقی چالش‌هایی‌اند که تأثیر منفی بر این روند گذاشته است. چیزی را که ما امیدواریم انجام دهیم این است یک مجموعه اهداف واقع‌بینانه را برای سال‌های آتی تعیین نموده، مسیر درست را تشخیص داده و همچنان چالش‌ها و فرصت‌های موجود در راستای تحقق اهداف مذکور را نیز شناسایی کنیم. همزمان با این، اینجا محمد قاسم حلیمی به عنوان معین مسلکی تازه وزارت عدلیه معرفی شد. آقای حلیمی تاکید دارد که در این اداره با فساد مبارزه جدی خواهد کرد. تعهد میکنیم که هم به پیشبرد امورات به شکل سریع به مردم تعهد میکنیم و هم در مبارزه به فساد اداری تا حدی که من مرکزی میشناسم امین امس انشاءالله همکار استیم و در مبارزه با فساد اداری با جناب وزیر صاحب و با رهبری دولت و با همه دوستا همکار هستیم. این در حالی است که با باور برخی باشندگان کشور بسیاری مردم هنوز با نام مساعدت‌های حقوقی آشنایی ندارند و مردم در روستاهای کشور با مشکلات جدی در بخش عدلی و قضایی روبرو‌اند. دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 4 تن به شمول رئیس پیشین پشتنی بانک را به اتهام دست داشتن در پرونده فساد در این بانک به 5 سال و 1 ماه زندان محکوم کرد. این دادگاه 3 تن را براءت داد اما حکم پیگرد 4 تن دیگر که در این قضیه دست دارند را صادر کرد. این 4 تن تا هنوز بازداشت نشدند. پایان مهمترین های امروز. ممنون که با یک هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.